فاکس نیوز به نقل از احمد مسعود. احمد مسعود از وجود 500 جوانان فدایی تحت نام قطعه مرگ خبر داده است. با نام خدا و با تقدیم سلام به مجمع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. حامیان فرمانده احمد مسعود در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین نگاشته است: فاکس نیوز به نقل از احمد مسعود. احمد مسعود از وجود 500 جوانان فدایی تحت نام قطعه مرگ خبر داده و گفته است این گروه در مکان امن قرار دارند و به زودی وارد نبرد خواهند شد. گرفته شده از صفحه رسمی فیسبوک حامیان فرمانده احمد مسعود، فاکس نیوز. در همین حال گزارش نامه افغانستان رزاق مامون در روی وبلاگ رسمی خود چنین نگاشته است: ای اشرف غنی، گناه نداری، یک پروژه بودی. نامه ارسالی یک عسکر: در روزی که به اردوی ملی افغانستان 10 سال قبل شامل شدم، آنقدر به خودم می بالیدم و هیچ گاه تصور نمی کردم یک روزی مثل امروز به خجالت در بین جامعه گشت و گذار کنم. البته دو دلیل: یکی رزق حلال برای فامیلم و دوم ثواب خدمت به وطن. همه چیز از اعاشه اباطه و معاش و اکمالات همه و همه در کنترل نیروهای اشغالگر بود. اما چرا من بدبخت عقب نشینی نکردم؟ گناه خودم بود، چون ما از سیاست دور بودیم و فکر نمی کردیم این چنین جایگان فروخته شویم. روزی که قول اردوی 205 اطل قندهار سقوط کرد، روز جمعه مصادف با 22 مسد سال 1400 بود. ساعت 3 بعد از ظهر همه تسلیم شدن یا شدیم، یا اینکه قبلا همه ما را تسلیم نموده بودند اما ما بی خبر بودیم. شب قبل از آن تعداد شهید و زخمی داشتیم که نمیدانیم سرنوشت آنان و فرمیل هایشان چه باشد. این را همه شاید درک کنند. روز یک شنبه که 24 مسد در کابل بودم واقعا سخت بود. البته سختتر آن که روز بعد یعنی دوشنبه طالبان را بالای وسایط نظامی می دیدم تا که توان داشتم گریستم. مملکتی که 20 سال با کجاها رسید و چطور به یک شبه تسلیم طالبان داده شد. البته گناه طالبان چیست؟ گناه گناه سیاسیون و تکیه‌داران قوم است که تهداب وطن را بنیاد نهادند. مثلا یکی از 20 سفارتخانه میخواست، یکی چند وزارتخانه میخواست، یکی و دیگر همه چوکی میخواستند. آنها حالا کجاستند؟ در کاخهای خیش در کشورهای اروپایی، آمریکا یا ابوظبی و دبی. تا آخرین لحظه سقوط عکس محمد اشرف غنی را در بالاترین قسمت شعبه خیش داشتم. ما عسکر بودیم و رئیس جمهور سرقماندان اعلایمان بود. هیچ وقت حرف بدی دربارهشان نگفتم، اما چه کرد؟ این سرقماندانان اعلای قوای مسلح. آیا اشرف غنی وقتی از کابل فرار کردی فکر کردی ما که با تمام توان خیش برای وطن جنگیدیم، شهید دادیم، خون ریختاندیم، در مقابل یک معاش محدود هم ما همیشه روحیه وطن دوستی داشتیم و همیشه عکست را احترام می کردیم، چه سرنوشتی به حال ما آمد؟ نه فکر نکردی. امروز که بیشتر از 2 ماه می شود نظام و حکومت از بین رفته، می دونی چگونه در بین جامعه گشت و گذار می کنیم؟ نه نمی دونی. امروز که مردم از وطن فرار می کنند و همه لوازم خانه هایشان را می فروشند، آیا درک می کنی آنها چه حالتی دارند؟ وقتی این اجناس را به بسیار امید خریدند تا استفاده کنند، حالا چقدر سخت و رنجاور است که آن را به خطر پیدا کردن یک لقمه نان یا فرار از وطن می فروشند. نه درک نمی کنی. و خیلی حرف های دیگر نمی توانی گفت، اما خودت می دونی که چه کردی. چند روزی می شود همان جایی که سالها اجناس و غیره از آنجا خریداری می کردم،
کار میکنم، اما چگونه؟ فقط چشمم طرف یک مشتری است تا جنس بخرد و بگوید او جوالی ایرا برایم پوین کن، یا داخل موتر پرد و چقدر خوشحال بشوم در مقابل 20 افغانی یا 10 افغانی حداقل دستیر بار را بالا و پوین میکنم. این هم اگر شانس داشته باشم. این که روزی می شود پول نان و چاشنی ندارم، خودم را با نوشیدن آب در موز دکاندار بازی می دهم، چون من یک جوالی هستم و نان و چاش بالای خودم هست و روزانه باید هر نان با این دکاندار را هم بشونم. چون از دکاندار او روزی پیدا می کنم، آن هم اگر نصیبم شود. اما زمانی با بسیار معرفت همان دکاندار با من صحبت می کرد، چون از او خودم خریداری میکردم و لباس به تنم داشتم. اما امروز یک مزدورکار یا جوالی هستم، دیگر احترام 3 ماه قبل را ندارم. منی که اولادهایم و فامیلم مرا قهرمان خودشان میدانستند، امروز به جای من آنها میگیرند که قهرمان وطنمان امروز جوالی شده. البته تنها من نیستم، بیشتر از 350 هزار نفر همین روزگارا دارند. قهرمانان وطن امروز جوالی، کروچیوان، ترکاری فروش یا فوقشمی و فروش هستند. هر لحظه با دیدن حالت وطن، مخصوصا طالبان سوار بر رنجرهای نظامی، بسیار دردآور است. اما من از طالبان گله ندارم. وقتی ما فروخته شدیم، چرا اینقدر شهید دادیم؟ چرا اینقدر معلول دادیم؟ چرا اینقدر پسرها و دخترها یتیم شدند؟ چرا اینقدر زنان بیوه شدن؟ و چرا و چرا و چرا؟ آیا کسی هست جواب بدهد؟ نه نیست، اما واقعا سخت است. شاید گناه خودمان باشد. وقتی ما مردم بدبخت از زمان امرالله خان تا امروز از هیچ پادشاهی یا رئیس جمهور خیش بینی نشان ندادیم و همیشه انتقاد کردیم. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چینل یوتیوب وان اسمارت را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. برای حمایت بیشتر کانال ما، ویدیوهای ما را لایک، سابسکرایب و کامنت نمایید تا ما بتوانیم برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر بگذاریم. اوقات خوش داشته باشین. الله بزرگ یار و مددگار شما باشد. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر می‌گذاریم.